تابستان گرمی را سپری کردید؟ آیا زمستان خشک و سردی را سپری کردید؟ قطعا از آخرین خبری که از وقوع زلزله شنیده ای چیزی نمی گذارد. مطمئنا خبرهایی از آتش‌سوزی جنگل‌ها را بیشتر از گذشته می شنوید و یا سیل‌هایی که جاری می شوند. اگر به اینها فکر کنید، یک سوال پیش می آید. آیا زمین در خطر نابودی قرار دارد؟ اگر به تاریخ بنگریم، پایه‌های بسیاری از تمدن‌های بشری را در کنار رودها پیدا می‌کنیم. تمدن سومریان در کنار دجله و فرات، تمدن مصر در کنار نیل، نمونه‌هایی از فهرست طولانی تمدن‌های بشری هستند. بر اساس تحقیقات متخصصین زمین‌شناسی، در اثر بروز یک دوره طولانی 200 تا 300 سال خوش‌سالی، تمدن مصریان به جمع تمدن‌های نابود شده پیوست. این یافته‌ها به ما یادآوری می‌کند که تمدن‌های مدرن امروزی نیز با تشدید تغییرات آب و هوا به همان اندازه می‌توانند آسیب‌پذیر باشند. سازمان ملل متحد چندی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد که دمای کره زمین 3 درجه افزایش خواهد یافت. تا کنون تمام تلاش‌های بین‌المللی از جمله توافق تغییرات آب و هوایی پاریس با این هدف انجام می‌شد که گرم شدن زمین تا سطح 2 درجه محدود شود. با این وجود جدیدترین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دمای کره زمین تا 3.2 درجه افزایش خواهد یافت. یکی از مهم‌ترین تهدیداتی که این افزایش دما به همراه دارد، افزایش سطح آبهای کره زمین در پی ذوب شدن یخ‌ها در قطب شمال و قطب جنوب است و به این ترتیب بر اساس برآورد دانشمندان زندگی دست کم 275 میلیون نفر در سراسر جهان تحت شعاع قرار خواهد گرفت. در این زمینه قاره آسیا آسیب‌پذیرترین نقطه دنیا است. اگرچه افزایش سطح آب دریاها به یک بار روی نخواهد داد، اما افزایش تدریجی آن زندگی ساکنان این قاره را تحت تأثیر قرار می دهد. از شهرهایی که قطعاً و زودتر از بقیه شهرها به زیر آب خواهند رفت، می توان به میامی آمریکا، شانگهای در چین، ریو دو ژانیرو در برزیل، اوزاکا در ژاپن و همچنین به کشور مالدیو اشاره کرد. چند وقت پیش اتفاقی رخ داد که از آن با نام هشداری از طرف نیاکان یاد می شود. گفته می شود که سالیان دور خوش‌سالی زمین را فرا گرفته بود و مردم بسیاری از کشورها با معضل گرسنگی روبرو بودند. همین موضوع سبب شده بود تا مردم چکسلواکی در صدد راه چاره‌ای بر بیایند تا آیندگان را قبل از فرا رسیدن خوش‌سالی و قحطی آگاه سازند. آنها در زمان قحطی برخی از سنگ‌های کنار رودخانه را که به دلیل خشکسالی بسیار کم آب شده بود حکاکی کردند. همانطور که گفتم، هدفشان از این کار نشان دادن زنگ خطری به آیندگان بود. به عبارت دیگر، آنها تلاش کردند تا به نسل‌های بعدی خود بگویند که اگر آب رودخانه به حدی رسید که سنگ نوشته‌هاش مشخص شد، به این معناست که قحطی بزرگی پیش رو دارند. رود البه از جمهوری چک سرچشمه گرفته و در اروپای مرکزی جریان می‌یابد. اگر بخواهید موقعیت دقیق سنگ‌ها را بدانید، در شهری به نام دیچین هستند. متأسفانه در حال حاضر با گرم شدن هوا حدود 12 سنگ سر از آب بیرون آوردند و به راحتی قابل مشاهده هستند. شهرنشینان سنگ‌ها را دارای علامت‌های جدیدی کردند که میزان پایین رفتن آب را مشخص کرده باشند.
حالا افراد زیادی برای تماشای هنگر استون‌ها به چک می‌روند، اما باید توجه داشت که هدف از وجود این سنگ‌ها در طول تاریخ جلب توجه آبران به گرم شدن زمین و سختی‌هایی است که این موزل در پی خواهد داشت. بر روی یکی از این سنگ‌ها حکاکی شده است: کاهش سطح آب باعث کم شدن محصولات کشاورزی، مواد غذایی، بالا رفتن قیمت مواد اولیه و قحطی خواهد شد. و بر روی یکی دیگر که در کم عمق‌ترین قسمت رودخانه جای گرفته است نوشته شده: وقتی من را دیدی اشک بریز. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افراد مختلفی در فواصل زمانی گوناگون روی این سنگ‌ها حکاکی کردند که اولین آنها در سال 1417 بوده است. به گفته دانشمندان برای مقابله با گرمایش زمین تا قبل از اینکه از مرز 2 درجه بگذرد زمان داریم. به این ترتیب نه فقط باید تا نیمه قرن جاری سوزاندن سوخت‌های فسیلی را متوقف کنیم، بلکه باید به شدت مشغول کاشتن درختان، حفاظت از جنگل‌ها، یافتن راه‌های مسدود کردن نور خورشید و توسعه دستگاه‌هایی برای مکیدن کربن از هوا باشیم. به گفته دانشمندان لازمه آن تغییر جهت کامل ارزش‌ها، رفتار و فناوری انسانی است. همه ما باید نقش نگهبان زمین را بازی کنیم. قابل ذکر است که برخی از محققان دلیل گرمایش زمین بر اثر گازهای گلخانه‌ای را دروغ می‌دانند و با انتشار مدارکی دلیل گرمایش زمین را نزدیک شدن سیاره نیبرو به زمین می‌دانند. ویدیوی مربوط به سیاره نیبرو را می‌توانید در همین کانال مشاهده کنید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.